کوتاه با بزرگان فرهنگ ایران. مایکل کریک هیلمن از ایران شناسان برجسته همروزگار ماست که در 5 می 1940 در شهر بالتیمور در ایالت مریلند آمریکا زاده شد. وی در سال 1962 مدرک کارشناسی خود را در رشته زبان انگلیسی دریافت کرد، به سپاه صلح آمریکا پیوست و برای آموزش زبان انگلیسی راهی ایران شد. در 2 سال اقامت خود در مشهد و تدریس در دانشگاه فردوسی با دختری به نام ثریا عباسیون ازدواج کرد. هیلمن دانش آموخته دکترای رشته های مطالعات خاورمیانه و ایران شناسی در دانشگاه شیکاگو است که در سال 1974 استاد زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه ایالتی تگزاس در شهر آستین شد. مؤسسه پرسپولیس آموزشکده زبان فارسی را در ایالت تگزاس راه اندازی کرد و علاقمندان بسیار زیادی را با زبان فارسی و فرهنگ ایران آشنا کرد. وی نویسنده کتاب‌های بسیاری در زمینه زبان، فرهنگ و ادبیات ایران است که کتاب‌های فرش ایران، وحدت در غزل‌های حافظ، زنی تنها، زندگی و اشعار فروغ فرخزاد از جمله آنهاست که برخی از آنها به فارسی نیز برگردانده شدند. هیلمن همچنین به خود شرح حال نویسی نیز علاقه دارد و 3 کتاب نیز در این زمینه به نگارش درآورده است. بخش دیگری از آثار نوشتاری او مربوط به کتاب‌های درسی و آموزش زبان‌های فارسی و تاجیکی است. مایکل هیلمن در آثار فروغ فرخزاد، صادق هدایت و جلال آل احمد صاحب نظر بوده و در زمینه شناسایی اندیشه های آنان کوشش های فراوانی کرده است. دوچرخ سواری، اسکی، سفر جاده‌ای و اقامت تابستانی در شهری که در آن بزرگ شده از سرگرمی های او به شمار می رود. او و همسرش ثریا 1 دختر به نام الیزابت دارند که پیش از انقلاب در تهران به دنیا آمده و اکنون دارای 3 نوه می باشد.